این علاوه مدت زمان باشد میشه آینده، مثل in 3 days، تا 3 روز دیگر. برای آینده tomorrow داریم، next داریم و این علاوه مدت زمان داریم. اینو برای آینده است. و برای مجهول تبدیل کردن شما فعلی آینده، کمکی آینده رو باید به کار ببریم که شامل مدل‌های ما will, can, may, must, should, ought to. میتونید am, is, are, going to. خدمت عرض بکنم مدل‌های مربوط به گذشته رو هم could, might. هر کدوم اینا رو مشاهده کردی شما فقط از بی استفاده، حق با مدل اما ایزو آر یا بازو بی رو ندارید، فقط بی. و بعد قسمت سومفه جمعه من مجهول هست. خب باز هم یه مثال در ارتباط با زمان آینده و تشخیص معلوم از مجهول ما. خب خبه درست بکنم که this car by next next Friday. Next Friday. Next Monday week. حالا یه اسم روز آمده مردم. خب یک was painted. دو is painted. سه will be painted. و چهار will paint. خب در اینجا اگر دقت کرده باشید باز هم آغازگر جمله ما نمیتونه انجام دهنده عمل پینت برای نقاشی کردن باشد. باز هم میپرسیم پینت نقاشی کردن چه چیزا، چه کس را، منزل را، ماشین را، خونه را و غیره. بنابراین باید اینجا مفهوم میداشتیم که نداریم قید زمان داریم و مربوط به آینده هست، بس مجبور آینده را کردیم. پس یک کدوم میرن بیرون میمونه 3 و 4. بین 3 و 4 اونی که برای مجهول کردن مقابله از بی و قسمت سوم باید استفاده میکردیم که براتون شماره 3 رو گذاریم، 3 رو انتخاب کردیم. با مثالی ساده سعی میکنیم که مفاهیم اینا رو بتونیم منتقل بکنیم. خب حالا این مثال دیگه ای هم براتون بزنم. میگیم که مری خدمت تعریف بکنم تو پرانده بزنیم should send to Europe for higher education. این که شما تصمیم بگیرید که آیا send رو به صورت معلوم بنویسید یا به صورت مجهول. اولین کار send رو معنی میکنید، چه چیز را فرستادن، چه کس را فرستادن، کتاب را، مری را. مفعول میخواییم نداریم، پس مری فرستنده نیست، فرستاده شونده.